بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. به 26مین برنامه باندار خوش آمدید. تقریبا دو هفته پیش یک پست به عنوان تعصب قومی از یکی از دوستای فیسبوکیم مرا به خود جلب کرد. و بیایید که این پست محترم سمک عیار را با هم بخوانیم. پیش از خواندن این پست به محترم سمک عیار وعده میتم که هر نقد و یا کامنتی که داشته باشد برایم بفرستد و انشالله که بدون کم و کاست در برنامه آینده به نشر میسپارم. البته نقد و کامنت داخل چاپکات را. و این هم پست محترم سمک عیار. تعصب قومی این مهر را کی بر پیشانی ما میزند؟ امروز اگر هر کسی بخواد مصدر خدمت به مردم شود و مانند نقطه وسط دایره و مای مردم را به دور خود جمع کند، فوراً تاپای تعصب برو می زنند. مثلا آقای شفیع ایار، من برنامه های سیاسی این مرد را تعقیب می کنم، استدلال های سیاسی منطقی دارد، مرد دوگم و متحجر نیست، توانایی این را دارد که از دشمنان فکریش به نیکی یاد کند. مثلا کرزای را نقد می کند، ولی اگر کرزای سخن کارآمدی گفت تاییدش می کند. او همیشه معایب همه را با استدلال مطرح می کند. حتی در حد توان خودش کسانی را که در مجموع تایید نمی کند ولی برای اصلاحشان پیشنهادها می کند. این یکی از خصوصیات منحصر به فرد است. او کسی را بنابر مسائل شخصی تایید یا رد نمی کند، چرا بر او مهر تعصب می زنند؟ او یک مثال بود. ما باید سخنان افراد مطرح را دقیق گوش کنیم. اگر کسی در رد یکی از اقوام سخنی گفت، او متعصب است، نه اینکه هر کسی از ستم ملی در مورد قومی سخن بگوید او را مهر متعصب بودن بزنیم. بار شاعر پشتو زبان شعر گفت که گویا خدا هم پشتو گپ می زند. چی بدی دارد این سخن شاعر؟ زبانش را دوست دارد و در شعر اغراق اجازه است و او هم ابتکار زیبایی کرده. غینو یک متعصب است چرا سخنانی دارد که بیانگر تعصب است. در زمین یک فرد سیاسی را تنها در مسند خود نمی شود شناخت. چی گپ مفت است و هر کسی میتواند زیبا سخن بگوید. خوب است هر فردی را که کارهای کرده بررسی کنیم، نه در سخن. البته این پست در اینجا تمام نمیشه و دوام داره و من تا به همین رسش به زندگی میکنم و اگر کسی آرزوی خواندن تمام پست را داشته باشد به فیسبوک سمک عیار مراجعه کند. تاریخ پست 16 جولای 2017. و ما برای سمک عیار نوشتم. سمک محترم، من فکر میکنم که این پست شما رخش به سوی من است، به خاطر که در یک چند پست شفیع عیار را متعصب خطاب کرده بودم. در به تو میگم، دیوال تو بشنو. و در اینجا سمک عیار در جواب نوشتن: سلام دوست من، نخیر، من مخاطب خاصی ندارم. و این هم ادامه کامنت من. من با اکثر سخنان شما در این پست هم عقیده هستم، به جز یکی. شما گفتید خوب است هر فردی را در کارهای کرده بررسی کنیم، نه در سخن. سعدی شاعر شیرین زبان فارسی چه خوب میگوید: تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، هر بیشه گمان مبر که خالی است، باشد که پلنگ خفته باشد. بله، عمل مهم است، مگر سخن هم دروازه است که با باز شدنش ما تفکرات انسان را بررسی کرده میتوانیم. مثلا گلبدین و مسعود هزارها کابلی را عملاً با دست خود نکشتند، مگر سخنان آنها باعث و انگیزه شد که طرفدارانشان مرتکب جنایتشان که در تاریخ نظیر نداشت. و یا کسی سخن بگوید که سمک و یا باندار باید کشته شد به خاطر که گپهایشان به مزاج ما برابر نیست، این سخن هم جرم است و کسی که به این سخن عمل میکند مجرم است. سمک محترم، من در اینجا اش نقل قول و یا کوت را می نویسم و شما خواهش می کنم هر یک این نقل قول ها را بررسی کنید و جداگانه درباره اش ابراز نظر بنمایید. بگویید که بوی تعصب از آنها به مشام می رسد یا نه. هموطنان پشتون ما یک جنایت تاریخی بزرگ دیگر در افغانستان و در دنیا به نام خود ثبت کردند. سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفن تعصب بالا نمی شود؟ توسط برادرای پشتون ما رهبری و عملی ساخته شده بود.
و به احتمال 80% توسط برادرای پکتیاوال ما. یکان دفعه مردم قار میشه که چرا ما ایتو میگم که پشتونا. امی اموطنهای پنشیری ما 80% زمرد یا مفروشن. زمرد فروش است. لاجورد کی یا مفروشه؟ بدخشانی های ما لاجورد فروش هستن. تریاک کی میشانه؟ 80-90% برادرای المندی ما میشانه. تریاک به نام ازیا است. 90% انتحاره و قتل و کشتار خود شبکه اقانی، گلبودین و شبکه کویته با عده میگیرن مسئولیتش. ما نمیگیم و با عده میگیره. بنان با آسانی میتونیم بگویم که اینمی ترورها را 90% اموطنهای پشتون ما میکنه. اما باز ما نمیخوایم بگویم که اموطنهای پشتون ما تروریست است، مثل که میتونیم بگویم که لاجورد فروش ها بدخشانی هست، اما نمیتونیم بگویم که تروریست ها کلش پشتونه. از احترام اموطنهای پشتون ما. اما اونم سمک محترم، آیا از این سخن بای تعفون تعصب بالا نمیشد و یا خودت هم نظر هستی با این سخنان؟ اینا ما خود اینمی 50 سال آخر یا 54-55 ساله که ما عمرم است، ما که دیدیم نمی افغانستان همی هر چیزه یا چور کردن به نام ازی که ولی مونگ پشتونیو مونگ اکثریتیو. سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفون تعصب بالا نمیشد؟ مثلا شما سمت شمال میرفتین در موترا شاید یک جای چور میفتیدین، اما اگر سمت جنوب میرفتین باز چور شدن اصلی رو اوجه میدیدین. سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفون تعصب بالا نمیشد و یا خودت هم نظر هستی با این سخنان؟ مردم ما را خوی در میته. 13 سال پیش در سمت شمال مملکت این گندم هیچ ذره نشده بود، این افراطیت هیچ وجود نداشت، اما امروز پر است. چرا؟ سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفون تعصب بالا نمیشد و یا خودت هم نظر هستی با این سخنان؟ او که یک چند نفر در بالا دز شیشته و دزی میکنه، اون نه نماینده ما است، نه نماینده تو، نه نماینده ازی، نه نماینده ازی. آه تو میتونی بگی که در قاطق دوزای قنداری یک دو تا دوز بدخشانی هم باشه، در قاطق دوزای پکتیاوال یک دو تا دوز هزاران باشه. سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفون تعصب بالا نمیشد و یا خودت هم نظر هستی با این سخنان؟ مگر هموطنهای پشتون ما یک مشکل کلان دارن. از نقطه نظر فرنگی پشتونهای ما عقب مانده تر هستن. اینا هنوز هم به شکل قوم و قبایل زندگی میکنن، به شکل عتن و عنعنه چطورکایی زندگی میکنن. ای شمله لونگی ای چیزها را باید تو سپردیم. سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفون تعصب بالا نمیشد و یا خودت هم نظر هستی با این سخنان؟ اما چون ای حادثه اسفناک با یک شبکه اخباری و تلویزیونی مملکت ما صورت گرفته، بیاین که ببینیم که امی وزیر اطلاعات و کلتور مملکت ما کی است و چی است و یه در این مورد دقل چی میگه. این وزیر اطلاعات ما اینی آقا سعی کنین از خو خیسته. این او از بستر طالبا خیسته که تمو کالاگکای که اونا کالای ملی میگن و جمپرک چرمی خود باز آمده در تلویزیون و اینی گپش. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اول خود فرون رجی در حادثه قربانیان روت دعا کن خلوان و باز مندگان و ته صبر جی مل غوان، زخمیانو تا شفای عاجل غوان. پرونور جی حاجسه اول خویی وزیر اطلاعات و کلتور قدر بفرهنگ کی نمی فهمه که وقتی که در یک جای برای ابراز همدردی ای حضور به هم می رسانه ادخل یک کالای رسمی داشته باشه، کالایی را که 100 سال پیش امان الله خان میخواست که به مردم بگوید که او مردم این کالا کالای ملی نیست، در این افتخار نیست، به پیش بریم. این که تمو کالاگک های خود آمده. دیگه ای که تمام کسایی که در یادسه قربانی شده
همگیش فارسی زبانه، یکی ازی پشتون نیست. و ای آقا که یکی از امو متعصب ترین پشتون هاست که اگه خون ازاره و ازبک و تاجک بیتی شپ میکنه. ای اق نفرت داره از این لسان که حتی در اینمی عادثه ای گپ خوده به فارسی نمیزنه. ای با مادر مریم و زینب و حسین و غیره و غیره که یک کلمه پشتو نمیفهمه، ای با پشتو برشان میگه. سمک محترم، آیا از این سخن بوی تعفن تعصب بالا نمیشد؟ و یا خودت هم نظر هستی با این سخنان؟ سمک ایار در جواب نوشتند: ما معمولا تحت یک عنوان بحث میکنیم که درست نیست، اما همه میدانیم که هدف عام مردم نیست. و ما در جواب نوشته کردم: بسیار خوب دوست عزیز، پس شما با آقای یون و جنرال طاقت هیچ مشکلی ندارید وقتی آنها تاجیکان را حرامزاده میخوانند. نظر به استدلال شما، هدف عام مردم نیست. برخلاف، هر کسی تاجک، هزاره، پشتون و یا هر قشت دیگر را دشنام بدهد، مثل که مرا دشنام داده. و این هم ادامه کامنت ما: محترم سمک، شما یک طنزنویس موفق هستید. وظیفه طنزنویس است که در طنز خود عیوب فردی و اجتماعی را به منظور اصلاح جامعه به نمایش بگذارد. و طنزنویس اگر سر پدرش هم گپش بیاید دریغ نمی کنه. مگر متاسفانه که طنزهای سیاسی شما تمامش بالای غینو، گلو و کرزه است. من 100% همراهتان موافق هستم که این 3 نفر یکی از خائنین پشتون هستند. مگر آیا تاجک، هزاره، ترکمن، ازبک و غیره خائنین ندارن که شما بالای آنها طنز جور کنید؟ و یا شما هم از قماش شفیع ایار هستید؟ و این هم جواب سمک ایار. در مورد خود بگویم، من افراد اول و فعال را به شوخی میگیرم. زمانی که کرزی رئیس جمهور بود، شما نوشته های ما را ببینید، یک فکایی بالای غنی نداشتم. حکمتیار 40 سال است، فعال است و کرزی هم نیمچه فعال. من در مورد همه میگویم، مثلا عبدالله تقریبا موازی با غنی پیش می رود. دوستم را زیاد گفتم، محقق را هم گفتم. اما نفر اول کشور غنی است، هر کسی در جای او باشد همین طور خواهد بود. اما اینها به هیچ وجه تعصب نیستند، شاید چنین معلوم شد ولی نیست. من عمری است که با تعصب مبارزه میکنم، هم با تعصب جامعه هم تعصب خودم در بس موارد. حتی داخل بس نمیشم فقط به خاطر این که مهر متعصب نخورم. شاید من متعصب معلوم شم ولی نیستم. برای من فرمول چینین است: گرگ و گوسفند، حاکم گرگ، باقی گوسفند. حال هر قومی برای غنی من و تو ندارد، خودش تنها مهم است. و این هم یک جدولی که از لابلای فیسبوک سمک ایار ترتیب دادم از سالهای 2016 و 2017. شما در اینجا میبینین 32% تمام طنزهای سمک ایار در باره گلبدین بوده، 26% درباره اشرف غنی، 8% درباره صبغت الله مجددی، 7% درباره طالب انتحاری، 7% درباره عبدالرشید دوستم، 6% درباره عبدالله، 4% درباره حامد کرزی، 2% درباره حنیف اطمر، 1% درباره محمد محقق، 1% برهان الدین ربانی، 1% عطا محمد نور، کمتر از 1% درباره سیاف و کمتر از 1% درباره آصف موسوی. بیننده محترم، این جدول تماشا کنین و قضاوت به دست خود شما. محترم سمک ایار نوشته بودن که بار شاعر پشتو زبان شعر گفت که گویا خدا هم پشتو گپ میزند. چه بدی دارد این سخن شاعر؟ زبانش را دوست دارد و در شعر اغراق اجازه است و او هم ابتکار زیبایی کرده. محترم سمک ایار، من 100% با شما موافق هستم در این باره. محترم سمک، بیایید با هم ببینیم که شفیع ایار درباره این شاعر پشتو چی میگوید. ببینین که امی اغدای نژادی و لسانی در کجا میرسه. به این شاعر دیگه پشتو گوش بتین، ببینین که چی میگه. تو آدم هوا سر پختو ویلا، آدم
هوا سره پښتو ویلا خدای له موسی سره پښتو ویلا څوک وی چې نه ویلا عیسا امت ته په خطاب کې وی عیسا امت ته په خطاب کې وی مریم له ما سره پښتو ویلا میبینین میگه میگه آدم و اوا وقتی که به وجود آورده شدن پشتو گپ میزد. باز حضرت موسی گفت خدا امو وقت که کتمام در تور گپ زد با پشتو گپ میزد. میبینین این کفره که این گپ میزنه یادم. باز میگه امی یوسف کت زلیخان با پشتو گپ میزد. باز سکندر کت کلوپاتران با پشتو گپ میزد. باز زردشت کت یمان با پشتو گپ میزد. باز مردم گفتن که بودا کت مام پشتو گپ میزد. اینی یک دیوانگی است از یک آدم پشتون که مگه اینمی ذهنیت در جوان پشتون میخواه بته تا که اینا تحریک شوند بر علی مردم دیگر. محترم سمک عیار، آیا هنوز هم شما میگویید که چرا مردم مهر تعصب را بر پیشانی شفیع عیار میزنند و در آینده کلیپ های دیگری هم از تعصب شفیع عیار پیشکش خواهم کرد؟ تا برنامه آینده خداوند رحمان و رحیم یار و مددگارتان.